همونطوری که همه میبینند ارمنی های ساکن قره‌باغ امروز با تهدید نابودی روبرو هستند. این یک تهدید مسلمه. کل مسئله اینه که موفقیت و پیروزی ارتش آذربایجان به معنی نسل‌کشی ارمنی های قره‌باغ خواهد بود. دهمین روز از جنگ قره‌باغ، نخست وزیر ارمنستان به بی بی سی گفته محال است این کشور تسلیم شود. ما به حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و احترام به منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی همواره تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان رو مورد تاکید قرار دادیم. تخلیه مناطق اشغالی آذربایجان هم مورد تاکید دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته. آیا می توان پایان این جنگ در کوتاه مدت را تصور کرد؟ سناریوی مطلوب ایران کدام است؟ این سوال ها را از مهمانانمان در آذربایجان، ارمنستان و ایران می پرسیم. در ادامه برنامه امشب. نذارید این بیماری بر شما غلبه کنه. از این بیماری نترسید. نذارید زندگیتون رو مختل کنه. سخنان جنجالی ترامپ درباره کرونا یک روز بعد از ترخیص از بیمارستان. فیسبوک پست رئیس جمهوری آمریکا را حذف کرد. جو بایدن گفت هنوز تا پایان بحران کووید خیلی مانده. و اوراقچی های کشتی های تفریحی که کرونا کسب و کارشان را سکه کرده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ در حالی وارد دهمین روز می شود که اغلب کشورها از جمله ایران خواستار آتش بس دو طرف شدند. در این بین ایران به دلیل داشتن مرز با هر دو کشور و شرایط تاریخی، سیاسی و قومیتیش در جایگاه حساسی قرار گرفته. این کشور چند دهه در این مناقشه بی‌طرف بوده. اما با اظهارات کم سابقه اخیر دولت، نمایندگان آیت الله خامنه ای و مشاور او درباره لزوم تخلیه قره‌باغ از طرف ارمنستان، به نظر می‌رسد که موضع ایران دست کم به صورت لفظی به حمایت صریح از جمهوری آذربایجان تغییر کرده. تا همین جای کار چند خمپاره و گلوله به خاک ایران اصابت کرده، موضوعی که مقام‌های ایران گفتند در صورت تکرار تحمل نخواهند کرد. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم علت تغییر موضع و حمایت ایران از جمهوری آذربایجان در این بحران چیست. اول گزارشی ببینیم از سیاوش اردلان درباره آخرین تحولات قره‌باغ و موضع ایران. این تصاویر گزارش امروز سازمان عفو بین‌الملل را تایید می‌کند که جمهوری آذربایجان اینجا در مرکز قره‌باغ علیه نظامیان از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده. بمب خوشه‌ای نوعی مخرب از سلاح‌های متعارف است که طبق کنوانسیون 2008 ممنوع شده، ولی نه آذربایجان نه ارمنستان عضو این کنوانسیون نیستند. حالا گفته می شود آذربایجان این بمب‌های خوشه‌ای را در کنار تسلیحات دیگر از اسرائیل دریافت می کند. آذربایجان هم می گوید ارمنستان از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده که این هنوز به تایید منابع مستقل نرسیده. اما گفته نیروهای ارمنستان در دیگر شهرهای قره‌باغ غیر نظامیان را به توپ بستند. از شروع این جنگ تاکنون صدها نفر کشته و زخمی و آواره شدند. هر دو طرف می‌کوشند در عین نشان دادن کشته‌های خود به جهانیان، قدرت خود را هم به رخ بکشند. نشان دادن مظلومیت در عین قدرت نمایی از ویژگی‌های جنگ است. ویژگی دیگرش تلاش رهبران جنگی برای دمیدن در آتش جنگ و به هیجان آوردن احساسات مردمی است. آنگونه که هر شب اینجا در پایتخت ارمنستان سرودهای جنگی در میدان مرکزی شهر تنین انداز است. همراه با احساسات مردمی که بر تبل جنگ میکوبند. ما پرچم ملت ارمنستان رو در اینجا گذاشتیم تا جهانیان ببینند که این مردم شکست ناپذیرند. ما پیروز خواهیم بود و دنیا خواهد دید که شکست برای ما یک گزینه نیست. در همه ما امید به پیروزی موج میزنه و ما یقین داریم در این نبرد حقیقت و عدالت برنده خواهد شد. تصاویر زیادی از ارمنستان بیرون آمده که شهروندان برای اعزام به جبهه‌های جنگ صف کشیدند و مشتاقانه شعار جنگ جنگ می دهند.
همین وضعیت در آذربایجان نیز برقرار است، با این تفاوت که جنگجویانی از سوریه نیز وارد معرکه شدند با کمک ترکیه. ترکیه در میان تمام کشورهای دیگری که خواستار توقف فوری جنگ شدند یک استثناست و رئیس جمهورش سفت و سخت پشت آذربایجان ایستاده. در حالی که بخش‌هایی از قره‌باغ و آذربایجان در اشغال ارمنستان است، جامعه جهانی در مقابل این حرکت زشت سکوت کرده. ترکیه مصمم است از قدرت خود برای مختل کردن این بازی غیرقانونی و خونین استفاده کند. ما بر حمایت خود از آنها تا پیروزی نهایی در این نبرد مقدس تأکید می‌کنیم. بعد از این نطق آتشین، دبیر کل ناتو وارد ترکیه شد تا بلکه بتواند رئیس جمهوری این کشور را ترغیب کند تا آتش جنگ را از این بیشتر نکند. فاصله گذاری اجتماعی در اینجا نمادی از فاصله مواضع و مطالبات است. ولی از ایران و آمریکا گرفته تا روسیه، فرانسه و سازمان ملل، درخواست یکی است: آتش بس. ارامنه مقیم آمریکا به تکاپو افتادند تا بر روی سیاست این کشور در قبال قره‌باغ تأثیر بگذارند، مخصوصا از طریق تأکید بر روی استفاده آذربایجان از بمب‌های خوشه‌ای. در ایران نیز اعتراضاتی در حمایت از جمهوری آذربایجان برپا شد که با وجود مقابل نیروهای امنیتی، امروز رهبران ایرانی دست کم در حرف خود را متمایل به آذربایجان نشان دادند. از علی ربیعی سخنگوی دولت که گفت قره‌باغ متعلق به آذربایجان است، تا علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران که گفت اشغال قره‌باغ توسط ارمنستان مثل اشغال فلسطین توسط اسرائیل است. ولی درباره اینکه ایران راجع به حضور نظامی اسرائیل در آذربایجان چه خواهد کرد چیزی نگفت. پیشتر 4 نماینده رهبر ایران در حمایت از آذربایجان بیانیه‌ای صادر کردند. هرچند یکی از اعتراض‌های آذری‌های ایرانی این بود که ایران به ارمنستان کمک‌های نظامی کرده است. سیاوش اردلان، BBC. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در مصاحبه‌ای با BBC فارسی گفته قره‌باغ هم از نظر تاریخی و هم جغرافیایی همیشه جزو خاک ارمنستان بوده. او همچنین هشدار داده که ساکنان ارمنی قره‌باغ در معرض خطر نسل‌کشی هستند. بخشی از این مصاحبه رو ببینید. بله، قره‌باغ جزوی از خاک ارمنستانه، چون همیشه از قدیم بیش از 80% مردم این منطقه ارمنی بودند و امروز هم همینه. پس مشکل چیه؟ آذربایجان میخواد ارمنی‌ها اونجا زندگی نکنن و به خاطر همینه که با کمک تروریست‌ها دارن به قره‌باغ حمله میکنن. چیزی که در برابر ما گذاشتن اینه که ارمنی‌های قره‌باغ تسلیم تروریست‌ها بشن. این یعنی ما ریشه و تاریخمون رو فراموش کنیم و تسلیم بشیم و این محاله که اتفاق بیفته. وقتی شما به این شکل حرف میزنید یعنی حاضر به مصالحه نیستید. این طور نیست. ما برای پیدا کردن راه حل آماده ایم. در چارچوب قوانین بین المللی ارمنستان به صورت غیر قانونی 25 ساله که قره‌باغ و مناطق مجاورش رو اشغال کرده. In return for this coming to an end, is that conceivable to you to give up some of the adjacent territory? در تمام تاریخ مذاکرات بین دو کشور این نوع طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در مورد این طرح‌ها در سال‌های 2013 و 2015 بحث شد. مذاکرات همیشه به بن‌بست خورد، چون جمهوری آذربایجان حاضر نیست حق انتخاب رو به مردم قره‌باغ بده. Armenia has been illegally occupying Nagorno-Karabakh and the adjacent areas for more than 25 years. You can see why some people have very بخشای از گفتگوی نخست وزیر ارمنستان بود با BBC انگلیسی. فرید شفیوف، رئیس مرکز بین‌المللی تحلیل روابط ریاست جمهوری آذربایجان از باکو با ماست. آقای شفیوف، خوش آمدید به برنامه. از دید شما آیا این مناقشه راه حل کوتاه مدتی داره؟ مرسی که دعوت کردید. من اجازه اول به فارسی به شما خوش آمد بگم.
همونجور که شما میدونین در سال 1992 و سال 1993 ارمنستان دست به تهاجم زد و قره‌باغ و هفت منطقه دیگر آذربایجان رو برخلاف قواعد بین المللی به اشغال خودش درآورد. شورای امنیت سازمان ملل 4 قطعنامه را در سال 1993 به تصویب خودش رسوند که خواستار آن شد نیروهای ارمنستان بلا قید و شرط از این مناطقی که اشغال کردند عقب نشینی بکنند. طی 24 سال گذشته ما در حال پیدا کردن راه حل مسالمت آمیز هستیم. در 15 سال گذشته دنبال یک راه حل دیگه هستیم به اسم اصول معتدل. اما رهبری ارمنستان تمام توافق‌ها رو به دور انداخت و حتی این ایده اصول معتدل رو نپذیرفت و گفت که اصلا نمیخوان راجع به مسائل با ما مذاکره بکنن. بنابراین دست آخر ما رسیدیم به یک بن‌بست. مضاف بر همه اینها وزیر دفاع جدید ارمنستان ماه مارس سال 2019 یک دکترین نظامی جدید رو اعلام کرد، جنگ جدید برای اراضی جدید، اسمش رو این گذاشت. یعنی از ما یک طرف ارمنستان رو داریم که مخالف با روند مذاکره و یک دکترین نظامی رو داره برای خودش پرورش میده و امروز ما میبینیم که آذربایجان مجبور شده دست به اقدامات متقابل تهاجمی علیه ارمنستان بزنه. اگر کسی بپرسه آیا ما یک راه حل کوتاه مدت داریم، من به شما خواهم گفت که راه حل کوتاه مدت اینه که تمام نیروهای اشغالگر از مناطق آذربایجان طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خارج بشن. امروز شنیدیم که آقای چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه گفتش که آتش‌بس به تنهایی نمیتونه کمک بکنه به حل این بحران، اما فکر نمی‌کنید که به هر حال یک قدم در مسیر درست میتونه باشه؟ میدونید ما 26 سال هست که آتش‌بس داشتیم اما مسئله رو حل نکرده. هر چند وقت یک بار درگیری ها و خشونت هایی رو در امتداد مرزها داریم و اگر امروز کسی بیاد با آذربایجان بگه که بیاید آتش‌بس بکنیم و دوباره به پشت میز مذاکره برگردیم، ما سوال رو خواهیم پرسید که چه جور مذاکراتی، برای اینکه ارمنستان با روند مذاکره مخالفت کرده. بنابراین آتش‌بس باید با پیشنهادات ملموس مطرح بشه، بعدش چه خواهد شد. وگرنه یک آتش بس این امکان رو به ارمنستان میده که بخواد مجددا تجدید قوا بکنه و با آذربایجان حمله کنه. از ادامه جنگ چی حاصل میشه؟ من فکر بکنم که ما بتونیم تمام 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال 93 تصویب شد اجرا بکنیم، یعنی آزادسازی تمام مناطق اشغال شده آذربایجان. هدف ما اینه. در صحبت آقای پاشینیان شنیدیم که ابراز نگرانی می‌کردند از احتمال یک نسل کشی دیگه. ادعای ارمنستان اینه که به هر حال جمعیت ساکن قره‌باغ، جمعیت ارمنی ساکن قره‌باغ میتونه در خطر باشه از جانب نیروهای آذری. میدونید که طرف ارمنی دوست داره از این عبارت نسل کشی زیاد استفاده بکنه. تا الان ما میدونیم که نزدیک به 1 میلیون از مردم آذربایجان هستن که پاکسازی قومی شدند از مناطق آذربایجان توسط ارمنستان. ما الان در جمهوری آذربایجان 1 میلیون آواره داریم. نیروهای ارمنستان در سال 1999 در هولجه دست به یک نسل کشی زد و تمام ساکنان اون منطقه از این بورد. بنابراین نمیدونم اینجا کیه که باید راجع به نسل کشی حرف بزنه. آقای شفیوف، نظرتون راجع به عملکرد کشورهای درگیر در این مناقشه چیه؟ مشخصا گروه مینسک که از سال 92 تقریبا 28 ساله که ایجاد شده و نتونسته این بحران رو حل بکنه، واکنش هایی داشتن در روزهای گذشته، نظرتون چیه راجع به واکنش های اونها تا اینجای کار؟ بله بله، دقیقا همونطور که خود شما هم خودتون گفتین، گروه مینسک الان 26 ساله که سعی میکنه به این مسئله رسیدگی بکنه. ما همین ایده اصول معتدل رو اتخاذ کردیم ولی نتونستیم اجرا بکنیم، برای اینکه ارمنستان نمیخواد اون رو اجرا بکنه. بر همین بعد از این 26 سال
یه اتفاق ملموس به نظر من باید بیفته، یک امتیاز ملموس رو باید بدن، یک فشاری باید بدن، برای که در تمام 26 سال ارمنستان فقط میخواستن که همچون وضع موجود رو تثبیت بکنن، ارمنی ها رو از نقاط دیگه بیارن و در مناطق اشغال شده سکنا بدن و از منابع طبیعی ما استفاده بکنن. بنابراین فرانسه، روسیه و آمریکا حالا باید با پیشنهادات معتبر و ملموسی که بشه فوری اجرا کنند این رو بیارن، نه که 26 سال ما صبر بکنیم که حالا بشه یا نشه. متشکرم از شما فرید شفیوف، رئیس مرکز بین‌المللی تحلیل روابط ریاست جمهوری آذربایجان با ما. و اما وارتان وسکانیان، رئیس دپارتمان ایرانشناسی دانشگاه دولتی یروان، از پایتخت ارمنستان با ماست. آقای وسکانیان خوش آمدید به برنامه. شنیدید صحبت آقای شفیوف رو. معتقدند که جنگ تا زمانی که هر 4 قطعنامه سازمان ملل اجرا بشه و نیروهای ارمنستان از این منطقه خارج بشند ادامه پیدا میکنه. نظر شما چیه؟ سلام و درود عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز ایرانیمون. روایت هایی که طرف جمهوری آذربایجان سالیانی است برای جامعه بین الملل حکایت میکنه در واقع با حقیقت خیلی نزدیک نیستن. یعنی در هیچ قطعنامه سازمان ملل اسم ارمنستان نیومده است. بنابراین من نمیخواستم به اظهارات ایشان جواب بدهم، چون شاهنامه به قول ایرانی ها آخرش خوش است. یعنی داستان هایی دارند برای جامعه بین المللی تعریف میکنند که در واقع مبنی بر اطلاعات کذب، دروغین و دور از حقیقت میباشد. بنابراین مسئله منطقه قره‌باغ یا آرتاخ به قول ارمنیان، اسمی که ارمنیان هزاران سال از اون اسم استفاده میکنن برای این منطقه، برمیگرده به یک اصل بسیار ساده، بسیار عادل، یعنی تعیین سرنوشت مردمی که در آن منطقه زندگی میکنن. مردم آن منطقه ارمنی هستند و این مردم میخواهند سرنوشت خود را تعیین بکنن، بدون هیچ جنگ، بدون هیچ مداخله نیروهای خارجی، مخصوصا نیروهایی رو که الان ما در این منطقه می‌بینیم، یعنی گروه‌های تروریستی که از مناطق مختلف خاورمیانه از طرف رژیم اردوغان به این منطقه وارد شدند و خطرات بزرگی نه فقط برای طرف ارمنی قره‌باغ و ارمنستان، بلکه برای همه کشورهای منطقه‌ای من جمله ایران و روسیه به وجود آورده‌اند. یعنی الهام آلیف در این جنگی که بر علیه قره‌باغ، طرف جنگ ارمنستان نیست، ارمنستان از قره‌باغ حمایت میکند، طرف جنگ قره‌باغ است و مردم قره‌باغ که هر روز مورد حملات موشکی، حملات توپخانه قرار میگیرند و از این لحاظ در خطر زندگی میکنند و ارمنستان به عنوان یک کشوری که تعیین در واقع سرنوشت قره‌باغ براش بسیار جالب است و بسیار حیاتی است، از این منطقه ارمنی نشین کمک میکند و الان طرف ارمنی با تروریسم بین المللی در این منطقه روبرو شده است و خدا را شکر دارد با شجاعت با این تروریسم می جنگد. آقای وسکانیان، به هر حال جامعه جهانی معتقده که قره‌باغ متعلق به آذربایجان و به اشغال نیروهای ارمنستان در اومده. همچی چیزی وجود ندارد. گروه مینسک، یعنی اگر جامعه بین الملل معتقد باشد پس نیاز به مذاکره نیست. گروه مینسک، مذاکراتی که در چهارچوب گروه مینسک قبل از این ماجرای جنگ که از طرف آذربایجان بر علیه ارمنیان قره‌باغ شروع شد، داشتند برنامه رو بحث می‌کردند که طبق اون برنامه، طبق اون طرح، قره‌باغ باید سرنوشت خود را تعیین می‌کرد، یعنی از طریق رفراندوم همه پرسی مردم قره‌باغ باید سرنوشت خود را تعیین می‌کردند و اظهارات طرف جمهوری آذربایجان ساختگی می باشند. من از همه مطالعات کنندگان، از همه مردمی که این مسئله براش جالب است، دعوت می کنم که همه این مدارک را مطالعه بکنند و ببینند که اصل مطلب اینجا اشغال به قول جمهوری آذربایجان نیست و اشغال نشده. مردمی که در شهرها، در روستاهای خودشون زندگی می کنند، مگه می تونن این روستاها و شهرها رو اشغال بکنند؟ و مسئله
حق تعیین سرنوشت مردم است که یک اصل شناخته شده از طرف همه دولت‌های جهان و جوامع بین الملل می باشد. به هر حال میپذیرید که ارمنستان از خواسته بخشی از جدایی طلبان قره‌باغ داره حمایت میکنه. فکر میکنید که این حرکت در راستای جدایی طلبی محسوب میشه؟ نگاه کنید، اصطلاحات را ما باید درست انتخاب کنیم. جدایی طلبی، آیا کوسوو جدایی طلبی بودن؟ آیا مناطق دیگر مثلا هندوستانی ها جدایی طلبی بودند؟ یعنی مسئله جدایی طلبی بود وقتی که هندوستان از امپراتوری بریتانیا جدا می شد. منطقه قره‌باغ طبق قوانین اتحاد جماهیر شوروی در زمان فروپاشی این کشور استقلال خود را اعلام کرده است و بنابراین هیچ حرفی از جدایی طلبی در این منطقه نیست و نمی تونه وجود داشته باشه. در نهایت فکر کنید که پایان این شاهنامه به کجا میرسه؟ من فکر میکنم طرف آذربایجانی باید بفهمد که مردم قره‌باغ حق زندگی دارند و حق تعیین سرنوشت خودشون را دارند. یعنی هیچ کس، هیچ نیرویی نمیتواند مردم اونجا را مجبور کند که این مردم این منطقه را ترک کنند، مهاجر بشند و مورد نسل کشی قرار بگیرند. بله، هدف اصلی آذربایجان نسل کشی ارامنه این منطقه می باشد. شما نخجوان رو ببینید، جمهوری خودمختار نخجوان در داخل آذربایجان، آیا سوال برانگیز نیست ارمنیان این منطقه کجان؟ یعنی مگه می تواند در یک کشور یک خودمختاری باشد که مال همون آذربایجانی ها باشد؟ خودمختاری نخجوان برای ارامنه درست شده است، ولی الان ما نگاه می کنیم اونجا حتی یک نفر ارمنی نمی شود پیدا کرد. ما نمیخواهیم که منطقه قره‌باغ از لحاظ سرنوشت مثل نخجوان باشد و مردم ارمنستان و مخصوصا ارمنیان قره‌باغ به گفته نخست وزیر ارمنستان تا آخرین قطره خون در این منطقه می جنگند و تروریسم بین الملل رو که از طرف رژیم باکو و رژیم اردوغان هدایت می شود شکست خواهد داد. در این هیچ شکی نیست، ارمنیان تسلیم نخواهند شد و علیه تروریست ها. متشکرم. وارتان وسکانیان، رئیس دپارتمان ایران شناسی دانشگاه دولتی اروان از پایتخت ارمنستان با ما. حمید احمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس مطالعات خاورمیانه از تهران با ماست. آقای احمدی، خوش آمدید به برنامه. به نظر میاد که ایران برخلاف دهه های گذشته دست کم در کلام داره از موضع آذربایجان در مناقشه قره‌باغ حمایت میکنه. فکر میکنید که علت این تغییر موضع چه میتونه باشه؟ سلام بر شما. من توضیح بدم که ببینید، در سالهای گذشته هم از آغازی که این بحران شروع شد در ایران اعلام بیطرفی کرد. در همون سالهای نیمه دهه 1990 ایران در این درگیری بیطرف بود، خواستار مذاکره بود و بعد از اون پیامدها تبلیغاتی صورت گرفت مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران از طرف ارامنه حمایت کرده و این تبلیغات هم متاسفانه از طرف جمهوری آذربایجان و مطبوعات و رسانه‌های باکو تبلیغ شد. بنابراین این تو ذهن جهانیان رفت که گویا ایران تو اون درگیری از ارامنه حمایت کرده و اون موضع بیطرفی رو در واقع به نوعی نادیده گرفتن و برای همینه که تعجب میشه که امروز آیا موضع تغییر کرده یا نه. البته اینو اشاره بکنم، من بعد از 10 روز از جنگ که شروع شده امروز به طور رسمی برخی از مقامات دولتی این موضع رو گرفتن و تأکید کردن به تعلق قره‌باغ به جمهوری آذربایجان و اینکه ایران اشغال رو نمیپذیره و البته اون موضع‌گیری روزهای اول بود که نمایندگان امامان جمعه استانهای آذربایجان اون موضع رو گرفتن و برخی ها تلقیشون این بود که اون موضع ممکنه موضع رسمی باشه. بعضی ها نظرشون اینه که نه، موضع خودشون شخصی بوده و از این مواضع ما در
خب امامان جمعه میکنن در مورد مسائل خارجی، کما اینکه قبلا هم در مورد همین جمهوری آذربایجان بعضی از امامان جمعه در برابر سیاست‌های ضد ایرانی باکو مواضع گرفتند، امام جمعه اردبیل و دیگران. علت چیه فکر می‌کنید آقای احمدی؟ علت این تغییر موضع چیه؟ ببینید تغییر موضع یک، اولا که باید به محتوای این موضع توجه بکنین. این موضعی که الان گرفته شد به معنی این نیست که در واقع جمهوری اسلامی داره 100% از مواقع مواضع سیاست‌های در واقع جمهوری آذربایجان و ترکیه داره حمایت می‌کنه. نگرانی‌های خودشو از این سیاست‌ها داره. تأکیدش این هست، من فکر کنم اگر به آخر پیام آقای ولایتی هم گوش کنیم، میگن که این از راه جنگ انجام نمیشه. یعنی با اصرار جمهوری آذربایجان که ما باید بجنگیم و قره‌باغ آزاد کنیم مخالفن، چون معلوم نیست جنگ چه علت‌هایی داشته باشه، مشخص نیست که طرف جنگ کی باشه و هنوز موضع جهانی روشن نشده. به هر حال یک جنگیه که عقبه داره. از این طرف جمهوری آذربایجان با ترکیه متحد هست و اقداماتی که ترکیه کرده، از اون طرف دقت بکنین جهان هم ارمنستان به این عنوان یک اقلیت مسیحی که جمهوری که قرار گرفته در منطقه‌ای که احیانا ممکنه مورد تهدید در واقع همسایگانش واقع بشه، و خصوص با توجه به این مشکلاتی که در گذشته بود، این بحث قتل عام ارامنه در ترکیه، اونو نگرانی دارن. لابی ارامنه هم در غرب قویه. ما نمیدونیم که اگر جنگ ادامه پیدا کنه به کجا میکشه، و جمهوری اسلامی نگرانه که جنگ به داخل بیاد و میدونیم که چند تا از روستاهای ایران مورد تعرض قرار گرفته. در این حال این که 10 روز گذشته، من فکر کنم مقامات دولت جمهوری اسلامی منتظر بودن که گمان میکردن مثل گذشته این جنگ تمام میشه، ولی اخیر با تداومش روبرو شدن و شاید هم حدس و گمان ممکنه بزنن که با وجود حمایت‌های ترکیه از ارمنستان و از جمهوری آذربایجان و فعلا مواضع لفظی غرب، گروه مینسک، روسیه، خدمت شما فرانسه و آمریکا، ممکنه مداخله از به دفاع از در واقع پایان دادن به جنگ یا دفاع از ارمنستان احتمالا صورت نگیره و ممکنه پیامد جنگ جوری باشه که به نفع جمهوری آذربایجان تمام بشه و بعد جمهوری آذربایجان مثل گذشته تبلیغات دروغ علیه ایران رو در پیش بگیره و اینکه ایران از ارامنه حمایت نظامی کرده، کما اینکه در گذشته کردن اینا رو. و چیزی که آقای احمدی برای بسیاری سوال برانگیز بود، شاید نزدیکی استراتژیک اسرائیل و آذربایجان، به همین دلیل شاید عده‌ای متعجبن از اینکه ایران موضعی در حمایت آذربایجان گرفته. رابطه اسرائیل و آذربایجان و ایران رو چطور می‌بینید؟ این مثلث چطور کار خواهد کرد؟ ببینید، خب اسرائیل با جمهوری آذربایجان خیلی رابطه داره، خیلی رابطه سیاسی محکمی داره، رابطه های فرهنگی داره و رابطه نظامی داره. و البته ما این که بگیم 100% اسرائیل پشت سر جمهوری آذربایجان هست علیه ارامنه، این روشن نیست، چون مطبوعات اسرائیل هم که بحث کردن، هارتس و دیگران، هنوز این نیست که واقعا به اصطلاح تل‌آویو پشت سر جمهوری آذربایجان هست. اما از اون طرف اسرائیل بدش نمیاد که جمهوری اسلامی رو به اصطلاح قلقلک بده، اذیت کنه و می‌دونیم به حرکات تجسسی مشغول در گذشته پهپادهای اسرائیل، و از این نظر در واقع این نگرانی هست که جمهوری آذربایجان با پیوندهای نزدیکی که با اسرائیل داره و سیاست‌های به اصطلاح خاص اسرائیل علیه ایران در منطقه، در جهان عرب، جای دیگه علیه برجام، این نگرانی رو داره که ممکنه اگر که به اصطلاح این جنگ پیامدش به نفع جمهوری آذربایجان تموم بشه، که مشخص نیست به نظر من، همچنین این نگرانی های بیشتری برای ایران داشته باشه و جمهوری آذربایجان اون سیاست های الحاق گرایانه ضد ایرانی و اون رویا پردازی های به اصطلاح پان ترکی خودش رو بخواد تداوم بده، با سیاست های تهاجمی بیشتری علیه ایران موضع بگیره. در واقع من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی خیلی هم خویشتنداری کرده تو این سال‌ها.
در این حال اگه سیاست های باکو در نظر بگیریم و اگر نظام دیگری در ایران روی کار بود، به هیچ وجه سیاست های خصمانه آذربایجان رو تحمل نمی کرد. مداخلاتش در امور داخلی ایران، تبلیغات سوءش علیه ایران، نظام آموزشیش و این دروغ پردازی های تاریخیش که همه روشنه و جمهوری اسلامی در واقع خواسته که اعلام کنه که ما به طبق قواعد بین الملل از اشغال حمایت نمی‌کنیم، موافق جنگ نیست، معتقدن جنگ باید تموم بشه از طریق مذاکره حل بشه. متشکر از شما حمید احمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران. با شروع فصل سرما و همزمان با گسترش ویروس کرونا، نگرانی‌ها از شیوع آنفولانزا هم بیشتر شده. دولت ایران می‌گوید به 1,300,000 نفر از مبتلایان به بیماری‌های سخت، زنان باردار و کارکنان بهداشت و درمان واکسن آنفولانزا تزریق شده. اما بسیاری می‌گویند با وجود داشتن بیماری‌های خاص موفق به دریافت واکسن نشدند. مریم افشان گزارش می‌دهد. شمار مبتلایان به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته با رکوردی تازه از مرز 4000 نفر گذشت. همزمان با نگرانی موج جدید کرونا و شروع فصل سرد، نگرانی از شیوع آنفولانزا هم افزایش یافته. نگرانی که البته مختص ایران نیست و جهانی است و با توجه به فراگیری کرونا، مقامات بهداشتی توصیه می‌کنند در چنین شرایطی بهترین راه تزریق واکسن آنفولانزا است. سخنگوی دولت ایران درباره واکسن آنفولانزا اعلام کرده تاکنون به 1,300,000 نفر از بیماران صعب العلاج، خانم‌های باردار و کارکنان بهداشت و درمان که در خط مقدم هستند واکسن تزریق شده است. واردات بعدی با ارز دولتی فروخته می‌شود و برای افراد سالمند بالای 65 سال و کودکان 3 تا 5 سال است که در مرحله دوم تزریق انجام خواهد شد. بسیاری در فضای مجازی از کمبود واکسن آنفولانزا در ایران میگویند و از اینکه حتی این واکسن برای آنها که بیماری خاص دارند هم در دسترس نیست. دولت پیشتر مشکل را تحریم‌ها و تأخیر در تأمین ارز اعلام کرده بود. یکی از نمایندگان مجلس هم از توقیف 22 میلیون یورو ارز تأمین شده برای واردات دارو در بانک‌های ترکیه خبر داده بود. اما در اولین روزهای مهر ماه وزارت بهداشت اولین محموله واکسن آنفولانزا را به مجلس اختصاص داد. انتشار این فاکتور که نشان از اختصاص 1500 دوز واکسن آنفولانزا به مجلس می‌داد، انتقادات زیادی را برانگیخت. فشار افکار عمومی به ویژه در فضای مجازی مجلس را مجبور کرد تا واکسن‌ها را پس بفرستد. اما انتقادها به وزارت بهداشت همچنان ادامه دارد و بسیاری از نایابی واکسن آنفولانزا می‌گویند. 3 روز پیش معاون وزیر بهداشت اعلام کرد برای ارائه واکسن آنفولانزا مسئول و نور چشمی نداریم. الغای تقاضایی که تو کشور ما وجود داره که همه باید واکسن بزنن نمیشه. مثلا اگه به 11% ما حتی اگه تحریم نداشتیم ارزمون سر جاش بود و به موقع بود نمیشه 100% مردممون رو خیلی من ببخشید واضح میگم که نمیشه واکسینه کرد. ما تا الان 2.5 میلیون واکسن آوردیم، پروتکلمون هم بسیار شفافه. اول به افراد، به بیماران صعب العلاجی که شناسنامه دارن، نه که یکی میگه من از نظر خودم صعب العلاجم. بیماران صعب العلاج مثل دیالیزیا، مثل سرطانیا و اینا، این در تزریق شروع میشه. این خانم های باردار و کارکنان بهداشتی درمانی که در معرض مراقبت هستن، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی. همونجا من بین پرانتز بگم برای واکسن آنفولانزا ما وی آی پی نداریم. کسی نمیدونم مسئوله، کسی نورچشمیه، نمیدونم فلانه، تماس رو اینا نگیرن. از همان روزهای اولیه همگیری کرونا، نگرانی هایی در خصوص همزمانی دو ویروس کووید 19 و آنفولانزا و تأثیر آنها بر سلامت مردم و سیستم بهداشتی و درمانی وجود داشت. حالا توصیه مقامات بهداشتی افزایش تجویز واکسن آنفولانزا به ویژه در گروه های آسیب پذیر است. راه حلی که در ایران با مشکلاتی مواجه است. مریم افشنگ، بی بی سی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته مردم نباید از کووید 19 بترسند و نباید بگذارند این بیماری زندگیشان را مختل کند. سخنان و انتقادهای زیادی به دنبال داشته، از جمله جو بایدن رقیب انتخاباتیش که گفته آقای ترامپ این را به خانواده‌های صدها هزار قربانی ویروس کرونا در آمریکا بگوید. آقای ترامپ که بیش از 3 روز برای ابتلا به کووید 19 بستری شده بود، دیروز از بیمارستان مرخص شد و به کاخ سفید برگشت. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. دیروز دونالد ترامپ بعد از بیشتر از 3 روز در بیمارستان خودش را مرخص کرد. خروج او درست هنگامی که برنامه‌های خبری شبکه‌های تلویزیونی آمریکا شروع شده بود و آنها تصاویر خروجش را از بیمارستان و برگشت او را به کاخ سفید به طور زنده پخش کرد. رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه تست کروناش مثبت شد و روز جمعه بعد از نشان دادن علائم تنگی نفس و تب به بیمارستان منتقل شد. برای طرفدارانش که روزها در کنار بیمارستان برای او دعا می‌کردند، دیدن هلیکوپتر او صحنه‌ای خوشحال کننده. انرژیش از منم بیشتره. خیلی خوشحالم که حالش خوبه. و این دقایقی بعد در حیات کاخ سفید، در مقابل دوربین‌های زنده شبکه‌های تلویزیونی سراسری آمریکا، او قبل از ورود به کاخ سفید، بعد از آنکه با بالا رفتن از پله‌ها به نفس نفس افتاده بود، در بالکن کاخ سفید ماسکش را برداشت و مدتی برای دوربین‌های تلویزیون ایستاد و بعد از سلام دادن به هلیکوپتر مخصوص ریاست جمهوری بدون ماسک وارد کاخ سفید شد. کاخ سفیدی که محافظان و کارکنان زیادی در آن مشغول به کار هستند، بدون توجه به اینکه هنوز منتقل کننده ویروس کرونا است. و این هم کمی بعد در پیام ویدیویی در توییتر که در آن رئیس جمهوری میگوید به عنوان رهبر کشور میبایست جلوی این بیماری میایستاد. نذارید این بیماری بر شما غلبه کنه. از این بیماری نترسید. نذارید زندگیتون رو مختل کنه. ما بزرگترین کشور جهان هستیم. باید سر کارمون برگردیم و باید بدون تعارف این کارو بکنیم. من به عنوان رهبر شما باید این کارو میکردم. میدونستم که خطرناکه، ولی باید این کارو میکردم. عملکرد دیروز رئیس جمهوری آمریکا را خیلی ها نپسندیدند، از جمله جو بایدن رقیب انتخاباتی او. دست کم گرفتن بیماری و به خطر انداختن دیگران از سوی کسی که باید بهتر بداند. I would hope that the president, having gone through what he went through, and I'm glad he seems to be coming along pretty well. آقای بایدن اینجا در تلویزیون NBC گفت امیدوار بود که آقای ترامپ با توجه به تجربه‌ای که داشته پیام بهتری به مردم آمریکا میداد. او گفت ماسک و فاصله گیری اجتماعی مهم است و جان افراد را نجات میدهد. 210,000 نفر در آمریکا جانشان را از دست دادند. آقای ترامپ گفته است آماده است تا 9 روز دیگر مناظره دوم تلویزیونی را با رقیبش انجام بدهد. آقای بایدن اما گفته است به شرطی در این مناظره شرکت می‌کند که متخصصان مانعی نبینند. در همین حال در ساعات گذشته رئیس جمهوری آمریکا پیامی در توییتر و فیسبوک منتشر کرده که برای او درد سرساز شده. در این پیام او دوباره بیماری کووید را کم اهمیت جلوه داده و نوشته در اغلب جوامع آنفلوانزا به مراتب کشنده تر از کووید 19 است. پیامی که فیسبوک آن را انتشار اطلاعات غلط تعبیر کرده و آن را حذف کرده و توییتر هم بر روی پیام رئیس جمهوری آمریکا توضیح اضافه کرده و نوشته پیام او حاوی اطلاعات غلط است. یک رسوایی تازه برای رئیس جمهوری آمریکا. دکتر فرین کمانگر متخصص همه‌گیر شناسی از دانشگاه مورگان آمریکا از بالتیمور با ماست. خوش آمدید به برنامه آقای دکتر. می‌دونیم که پزشک آقای ترامپ اعلام کرد که او دیگه هیچ یک از علائم بیماری کووید 19 رو نداره. آیا میشه نتیجه گرفت که او رو به بهبودیه؟ با سلام خدمت شما و بینندگانتون. پزشک آقای ترامپ که شان کانلی هستش نگفتن ایشون از خطر جستن. بیماری کووید وقتی که ما میگیریم بعضی وقتا بالا پایین داره، بعضی روزا ممکن حالمون بهتر بشه، بعضی روزا ممکن بدتر بشه. بدترین علائم معمولا 8 تا 11 روز بعد از شروع علائمه. بنابراین آقای ترامپ که روز پنج شنبه تازه تستشون مثبت شده و علائم نشون دادن،
ما باید ببینیم آخر این هفته چطور میشن. و خود دکترشون هم که شان کانلی هستش گفتن تا دوشنبه هفته آینده باید صبر کنیم که ببینیم آیا ایشون خوب میشن یا نه. این به طور اختصار. مشکرم. البته من اینو بفهمید. البته من اینو خدمتتون عرض کنم، به احتمال زیاد ایشون خوب میشه. 1% افرادی که به این ویروس مبتلا میشن میمیرن. حتی در سن ایشون که سن 75 سالگی هستش 10% میمیرن و 90% خوب میشن. بنابراین من اگر بخواستم شرط بندی کنم شرط بندی میکنم که ایشون خوب میشه، ولی این به هیچ وجه معلوم نیست. 10% هنوز هم احتمال بالایی است و باید ببینیم که این پنجشنبه، جمعه و شنبه ایشون چطور میشن. فکر میکنید که این داروهای متفاوتی که استفاده شده، بعضیش در مرحله آزمایش بوده، اونها چقدر مؤثر ممکنه بوده باشه؟ داروها حدود 8-9 تا داروی مختلف با آقای ترامپ دادن. بعضی از اینها رو تقریبا میدونیم که هیچ اثری نداره یا اثر خیلی کمی داره. مثلا آسپرین شاید یک اثر کمی داره برای جلوگیری از لخته، حالا ما نمیدونیم که ایشون لخته ای داشته یا نداشته. فاموتیدین بهش دادن که اثر کمی داره، رمدزیویر بهش دادن که در نشون داده نشده که مرگ و میر رو کم میکنه. تنها دارویی که ما میدونیم به ایشون دادن و میتونه مرگ و میر رو در افرادی که نیاز به اکسیژن دارن، که ایشون نیاز به اکسیژن داره، کم بکنه، دگزامتازونه، یه جور کورتونه. حدود 15-20% مرگ و میر رو در افرادی که نیاز به اکسیژن دارن کم میکنه و این رو بهشون دادن. و همه این داروهایی که به ایشون دادن در بازار موجوده بجز یه دونه که یک آنتیبادی هستش که شرکت رجنران ساخته. اون آنتیبادی مونوکلونالی که رجنران ساخته هنوز در مرحله آزمایشیه و ما نمیدونیم که اثر خوبی داره یا نداره. منتظر هستیم که مقالاتش بیاد بیرون. به طور خلاصه خدمتون عرض کنم هیچ داروی معجزه آسایی وجود نداره و اگر وجود داشت ما امروز شاهد این نبودیم که در آمریکا روزی 750 نفر بمیرن. ما روزی 40,000 نفر در آمریکا بیمار جدید داریم که نشون میده ما راه کاملا خوبی برای داروی خوبی نداریم که بتونیم بدیم جلوی بیماری رو بگیره. و روزی 750 نفر میمیرن، تا الان 210,000 نفر مردن. این خودش نشون میده که هیچ داروی معجزه‌آسایی وجود نداره و کارهای بهداشتی مهمترین کار است که ما میتونیم بکنیم. خیلی کوتاه آقای دکتر، رفتارهای آقای ترامپ در چند روز گذشته، از جمله اینکه در اتومبیل نشست، رفت با طرفداراش دیدار کرد از داخل اتومبیلش، از جمله اینکه دیروز رفت روی اون بالکن کاخ سفید ماسکش رو برداشت و ضمناً پیامی که داد که این بیماری اونقدر بیماری خطرناکی نیست، اجازه ندید زندگیتون رو مختل بکنه، این چه پیام و تأثیری میتونه بر عموم مردم بذاره برای مقابله با بیماری کووید؟ ایشون به عنوان رئیس جمهور دو تا وظیفه داره. یکیش این استش که جلوی اشاعه این بیماری و مرگ و میر مردم رو بگیره. یک وظیفه دیگه که داره اینه که سعی کنه اقتصاد به راه باشه و مردم زندگی و معیشتشون به راه باشه. شاید پیام‌هایی که ایشون میده بیشتر در جهت دومه که برید اقتصاد و معیشت رو راه بندازید، ولی اگر من خودم به جای ایشون بودم همچی پیامی نمیدادم. زندگی رو میشه برد جلو منتها با راه درست. الان بچه‌های من مدرسه میرن ولی با زوم کاله، با کامپیوتره، نمیدن مدرسه که همه رو مریض کنن. متشکرم شما دکتر فرین کمانگر، متخصص همه‌گیر شناسی با ما. روز یکشنبه مردم تاجیکستان پای صندوق‌های رأی میرن تا برای 7 سال آینده رئیس جمهوری این کشور رو انتخاب کنند. 5 نامزد این انتخابات همه از رهبران احزاب طرفدار دولت هستند. حزب نهضت اسلامی که مخالف دولت است از شرکت در انتخابات محروم شده و دیگر حزب مخالف یعنی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این انتخابات را تحریم کرده. در چنین وضعیتی انتخابات در تاجیکستان بدون چالش و عاری از شور و هیجان است. سهراب ضیا در گزارشش نگاهی کرده به کارنامه نامزدها و برنامه‌های انتخاباتی آنها. انجمن حزب خلق دموکرات تاجیکستان، بزرگترین حزب سیاسی این کشور، امام علی رحمان رهبر حزب در انجمن حضور نداشت. با وجود این وکیلان بار دیگر نامزدی او را به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند. برخی ها حدس می زدند که ممکن است رستم امام علی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان به جای پدرش نامزدی مقام ریاست جمهوری شود. او حالا شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان است. اما حدس و گمان ها درست از آب در نیامدند و خودی امام علی رحمان برای پنجمین بار
نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری شد. آقای رحمان از سال 1992 قدرت را در دست دارد. پیدا گردیدن بیماری کووید و تجربه زیادی اداره کنی دولتی نداشتنی شهردار شهر دوشنبه و البته بازی های خیلی زیادی سیاسی یعنی امروز برای تقسیم نوی جهان که رفته ساده است فشوی معظم ملت به خلاصه آمدن که در همین دوره حساس یعنی ضرورت هست که نامزدی خود را از نو گذارند. حزب کشاورزی تاجیکستان دومین حزب بزرگ سیاسی در این کشور محسوب می شود. در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری در برابر نامزدی حزب حاکم نامزدهای خود را پیشنهاد کرده بود. این بار حزب کشاورزی رستم لطیف‌زاده رئیس حزب را به انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان نامزد کرده است. آقای لطیف‌زاده از سال 2014 رئیس حزب کشاورزی است و در پارلمان ریاست کمیته مسائل کشاورزی ذخایر آب و زمین را بر عهده دارد. البته مشکل است در برابر پرزیدنت محترم مولای رحمان استادان مبارزه بردن. لیکن فعالیت گستردار ما باید براه مونه. دانیم که رقیب ما تا چقدر قدرتمند است و امروز محبوبیت دارد، اعتراف کلان دارد در بین مردم. ما این رو میبینیم، حس میکنیم البته. لیکن ما مبارزه میبریم. رؤسای احزاب کمونیست، سوسیالیست و اصلاحات اقتصادی هم به انتخابات ریاست جمهوری نامزد شدند. میراج عبداللایف، رئیس حزب کمونیست و نماینده پارلمان، چهره کمتر شناخته شده در صحنه سیاسی تاجیکستان است. بنیاد جامعه سوسیالیستی بر مبنای عدالت اجتماعی از محورهای اصلی برنامه انتخاباتی این کمونیستی کهنه‌کار است. عبدالحلیم غفارزاده، رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان و نماینده پارلمان، بار سیوم نامزدی انتخاباتی ریاست جمهوری می شود. او در دو انتخابات گذشته هم نامزد بود. آقای غفارزاده در برنامه انتخاباتی خود برسه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و تأمین اجتماعی مردم توجهی بیشتر کرده. رستم رحمتزاده دکتر اقتصاد و نماینده پارلمان است. او سال گذشته رئیس حزب اصلاحات اقتصادی انتخاب شد. این حزب در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری رئیس پیشینی خود را نامزد کرده بود. انجام اصلاحات اقتصادی به ویژه اصلاح نظام مالیات از نکات اصلی برنامه انتخاباتی آقای رحمتزاده است. با وجود حضور 5 نامزد بسیار نبودی رقابت واقعی میان آنها را از دلایل اصلی کمرنگی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان می دانند. بجز آقای مولای رحمان دیگر نامزدهایی که در این انتخابات ثبت نام شدند اینا به خاطر نقش بازی کردن یا رنگ بازی کردن در صحنه انتخابات امسال وارد شدند چون نامزدهای واقعی که واقعا با برنامه های بسیار جدی یا با دغدغه های بسیار کلان پیروزی در انتخابات نامدن اینها نامزدهای برای جامعه تاجیکستان آشنا هستند که در انتخابات های گذشته هم این نقش ایفا کرده بودند به این دلیل مثلا نامزدی که ریشه در مردم داشته باشد یا آرمان های مردم یا نیازهای جامعه تاجیکستان وارد برنامه‌اش کرده باشد و آمده باشد به صحنه سیاسی نداریم. در ضمن سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان هم میخواست بار دوم نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان شود اما کمیسیون مرکزی انتخابات او را ردی صلاحیت کرد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تنها حزب مخالف دولت که رسما در این کشور فعالیت دارد انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرد. این روزها در جاده خیابان‌های شهرها پوسترها و آویزه‌های انتخاباتی زیاده به چشم می‌رسند. رسانه‌ها اخبار و مطالب را درباره انتخابات و نامزدها به نشر می‌رسانند. با این همه بسیاری در تاجیکستان از حالا نتیجه انتخابات را پیشگویی می‌کنند و می‌دانند که پیروز انتخابات کی را اعلام می‌کنند. سهراب ضیا، BBC،
دوشنبه. شیوع جهانی کرونا به بعضی از بخش‌های اقتصاد، مخصوصاً گردشگری، حمل و نقل و تفریح و سرگرمی ضربه شدیدی زده. رستوران‌ها تعطیل شدند، شرکت‌های هواپیمایی یکی بعد از دیگری کارکنانشون رو اخراج می‌کنند و سینماها درهاشون رو می‌بندند. اما این وسط کار بعضی‌ها رونق گرفته، از جمله کسانی که در ترکیه کشتی‌های تفریحی رو اوراق و بازیافت می‌کنند. بهرنگ تاجین گزارش می‌دهد. صنعتی 100 میلیارد دلاری که حالا به گل نشسته. این کشتی های تفریحی زمانی هزاران مسافر را به دل دریا می بردند، ولی از شیوع همه‌گیری جهانی ویروس کرونا کمتر کسی حاضر است ریسک چند هفته ماندن در یک فضای محدود با صدها نفر دیگر را بپذیرد. همین است که این کشتی ها به بندر علی آقا در غرب ترکیه آمدند تا اوراق شوند. کسب و کار اوراقچی ها حسابی سکه شده. قبل همه گیری خیلی کم پیش می اومد که کشتی های تفریحی رو برای اوراق شدن بیارن اینجا. بیشتر کشتی های باری و کانتینر بر رو اوراق می کردیم. ولی حالا کلی کشتی تفریحی به طرف بندر علی آقا تغییر مسیر میدن. الان 5 تا اینجان و 3 تا دیگه هم تو راهند. هم کشتی های باری و هم کشتی های مسافری، چون کار براشون نیست میان اینجا تا اوراقشون کنیم. اواخر زمستان و اوایل بهار شیوع ویروس کرونا در چند کشتی تفریحی در گوشه و کنار دنیا باعث شد هزاران سرنشینشان چندین و چند هفته در دریا سرگردان بمانند. از آن زمان آمریکا فعالیت این گونه کشتی ها را ممنوع کرده. اوراق کردن هر کدام از این کشتی ها که از آمریکا، ایتالیا و بریتانیا آمدند 6 ماه طول می کشد. حدود 900 هزار شغل در سراسر جهان به صنعت کشتی‌های تفریحی وابسته بود. اینجا 2500 نفر در چند شیفت مشغول به کارند. بازیافت به آهن قرازه هم محدود نمی‌شود. اسباب و اساس، صوفا، صندلی و لوازم آشپزخونه رو هم می‌فروشیم و اینجوری به اقتصادمون کمک میشه. کلی از هتل‌ها میان اینجا که اینجور چیزا رو بخرند. کرونا بخش‌های دیگری از صنعت حمل و نقل را هم زمینگیر کرده. ماهاست که شرکت‌های هواپیمایی یکی پس از دیگری خبر از تعدیل نیرو می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، دو شرکت آمریکایی یونایتد و امریکن ایرلاینز 32,000 نفر از کارکنانشان را اخراج کردند. وضع صنعت هوایی آمریکا خرابه. درآمدشون حدود 70% کم شده و بیشتر مسافرها مسافرهای معمولی تفریحی هستند. در حال حاضر از مسافرهای بیزنس کلاس که درآمد و سودشون بالاست چندان خبری نیست. آسمان صنعت تفریحات و سرگرمی هم بارانی است. سینوولد، دومین سینمای زنجیره‌ای بزرگ دنیا با 9500 سالن در نزدیک به 800 سینما در 10 کشور جهان از جمله آمریکا و بریتانیا اعلام کرده که از آخر این هفته درها را می‌بندد. جیمز باند. سینوولد مثل خیلی از سینماداران دیگر روی مأمور 207 برای نجات کسب و کارش حساب کرده بود. ولی به تعویق افتادن تاریخ نمایش تازه ترین فیلم جیمز باند تیر خلاصی بر این امیدها بود. برای خیلی ها سینما رفتن در دوران کرونا حس و حال همیشگی را ندارد، مخصوصا وقتی جایگزینش در خانه هست. سینما از اون جایی نیست که بخوای وسط همه گیری بری. باید ماسکم بزنی، مسئله نیست، ولی مثل قبل نیست که میشستی و پاپکورن میخوردی. خیلی وقته که نرفتیم، بیشتر خونه نتفلیکس نگاه میکنیم. مثل نهنگی که لاشه بیجانش اندک اندک خوراک دیگران میشود، از این کشتی های تفریحی هم به زودی اثری باقی نمیماند. شیوع جهانی کووید 19 این قابلیت را دارد که جان بعضی صنایع را بگیرد، کسب و کارهای تازه‌ای به وجود بیاورد و اقتصاد جهان را زیر و رو کند. بحرانی که هرچه بیشتر به درازا بکشد، رویای عده بیشتری برای بازگشت به دوران پیش از کرونا نقشه بر آب می شود. بهرنگ تاجدین، BBC.
در بلخ 813مین زادروز مولوی جلال الدین محمد بلخی شاعر و عارف نامدار زبان فارسی جشن گرفته شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای گرامی داشت مولوی این هفته را هفته فرهنگی بلخ نام گذاشته. بازخوانی اندیشه های مولوی، رقص سما و موسیقی، شعرخوانی، نمایشگاه خطاطی و نقاشی از مهمترین بخش های این مراسم بوده. حمید فهیم خبرنگار بی بی سی از مزار شریف گزارش میده. جشن تولد خداوندگار بلخ در زادگاهش، رقص سما که با نام مولانا جلال الدین گره خورده، در آیین صوفیان شور و اشتیاق عاشق در برابر معشوق را نشان می دهد. روز شب را همچو خود مجنون کنم، روز شب را کی گذارم روز شب. ده ها نفر از شیفتگان مولانا یک روز تمام از مولانا گفتند و شنفتند. تعداد اندک اجازه اشتراک در این جشن را یافتند به دلیل تهدیدات امنیتی. ما میبالیم به ای که متنین عارفا و شاعرای بسیار بزرگ داریم که به سطح جهانی مشهور هستند و با اشعارشان میتونن روح ما را آرام بسازن و در صورت که ما از اینا استفاده کنیم میتونیم که همی فرهنگ سال دوستی را در بین هموطنهای خود ترویج کنیم و به جنگ بس بگوییم و همی خشونت ها را کنار بگذاریم. اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان از بی‌مهری دولت در برابر مولوی گلایه دارند. متاسفانه خالقای مولانا هنوز به عنوان یک مخروبه باقی مانده و هیچ بار حکومت افغانستان و هیچ نهاد دیگه برای بازسازی از او تلاش نکردند. هنوز متاسفانه مولانا بر شهروندان بلخ به عنوان یک آدم غریب و ناشناس مطرح است. هنوز در مورد اندیشه مولانا، هنوز کرسی مولانا شناسی در این جای جاش نشده، هنوز بنیاد به نام مولانا، هنوز نشان و مدال به نام مولانا متاسفانه ساخته نشده. حکومت افغانستان سال گذشته برای جلوگیری از تخریب کامل خانقاه پدر مولانا در بلخ چتر حفاظتی ساخت، اما کار بازسازی آن را که کشور ترکیه بر عهده گرفت به دلیل ناامنی توقف داد. نمایشگاه نقاشی، خطاطی، کتاب و همایش علمی و فرهنگی آثار مولانا از دیگر بخش های این جشن بود. ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز با او اقتدا میکنید. با باور بسیاری ها در شرایطی که قرائت های مختلف دینی جنگ افغانستان را گرم نگه داشته، کار بر سر آثار مولانا در دانشگاه های افغانستان می تواند راه میانه ای را ترسیم کند. حمید فهیم، بی بی سی، مزار شریف. مراقب هم باشید.